خر داغ می‌کردن ولی اونا تایید سرقت بایگانی اسناد فعالیت هسته‌ای ایران از زبان حسن روحانی در آخرین روز ریاستش بر دولت. اسنادی که حالا دروغ و راست اسرائیلی ها آمدن و بردند و منتشر کردند و بردند پیش ترامپ و گفتند با این اسناد ما اگه منتشر کنیم دیگه چیزی باقی نمیمونه از برجام، تو بخوایی بمونی یا نمونی باید خارج شی. حالا اون اسنادم که راست و دروغش تبلیغات و انتشارش و اون هم گذشت. اشاره ی آقای روحانی به بمب خبری اردیبهشت 3 سال پیش است، رویدادی که اول از آن به عنوان نمایشی بچگانه یاد شد، ولی باید زمان می‌گذشت تا اول دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و در آخرین روزهای کار دولت رئیس جمهوری آن را تایید کند. این سرقت شده از اسناد به کلی سری هسته‌ای ما. قبل از اون چند تا ریزپرنده‌های مشکوک اومدن یه کاری انجام داده. پس معلومه که ما یه آلودگی امنیتی پیدا کردیم. سرقت حدود 55,000 سند برنامه هسته‌ای ایران ذخیره شده در 183 سی‌دی. به گفته نخست وزیر وقت اسرائیل، نتیجه تحقیقاتی برای ساخت سلاح‌های هسته‌ای که از انباری در شوراباد در حوالی تهران ربوده شد. همان سال بنیامین نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل از ترقوزآباد هم به عنوان یکی از تأسیسات هسته‌ای مخفی ایران یاد کرد. جدی جدی فکر میکنم یه عده نتانیاهو رو دارن سر کار میذارن. این دفعه دیگه ارجاعش دادن به ترقوزآباد. در کنار خبرهای پراکنده‌ای که در این سالها از هدف گرفته شدن مواضع نیروهای جمهوری اسلامی در سوریه شنیده شده، در این بزنگاه تغییر دولت ایران هم حرف‌های تازه از زبان دولت مردان شنیده می‌شود. 12 نفکش ما را در دریا منفجر کردند، آسیب زدن بهش. ما با جنگ رفتیم به صحنه آمریکا. اسرائیلی‌ها آدم می‌فرستادن داخل نفکش منفجر می‌کردن. به این ترتیب دریا هم گویی عرصه تازه‌ای برای این نبرد پنهان است. حمله ظاهراً پهبادی پنجشنبه گذشته به کشتی مرسر استریت در شمال اقیانوس هند، تازه ترین رویدادی که ایران را در مزان اتهام قرار داده. حمله ای که 2 کشته بر جا گذاشت، 1 بریتانیایی و 1 رومانیایی، و اسرائیل هم بیدرنگ انگشت اتهام را به سوی تهران نشانه گرفت. این نفتالی بنت است در جمع اعضای کابینه. یقین دارم که ایران این حمله علیه کشتی را انجام داده. در هر صورت ما می‌دانیم چگونه پیام به روش خودمان به ایران بدهیم. حالا آمریکا و بریتانیا هم با نخست وزیر اسرائیل هم صدا شدند. به نظرم ایران باید با پیامدهای اقداماتش روبرو شود. من با آنچه که وزیر خارجه عنوان کرده موافقم. این به روشنی حمله ای تکان دهنده و غیر قابل قبول به حمل و نقل تجاری دریایی است. بریتانیا و رومانی سفیران ایران را احضار کردند. ایران هم با تکذیب دست داشتن در این حمله کاردار بریتانیا را احضار کرد. رژیم اشغالگر قدس باید بدونه که با این فرافکنی ها دردی از دردهاش دوا نمیشه. هر کس باد به کاره طوفان درو میکنه. جمهوری اسلامی ایران لحظه ای تردید نمیکنه برای اینکه از منافع عالیه مردم و از امنیت ملی خودش محافظت بکنه. درایاد گلوبال، شرکتی که در زمینه امنیت دریایی فعال است، گزارش کرده که در سال جاری میلادی این 5مین حمله به یک کشتی مربوط به اسرائیل است. هدف گرفتن نفتکشی که مدیر آن اسرائیلی است، موجب گمان زنی درباره اقدام تلافی جویانه ی طرف مقابل شده و البته نگرانی از کلید خوردن تنش آشکار نظامی. علی خردپیر، بی بی سی.